بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین اللهم صل علی محمد و آل محمد عرض ادب به ساعت مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی و فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنین اللهم صل عرض کردیم محضر شما که بین علمای شیعه یک اتفاق نظر کم نظیری هست. شعرهای متعدد که بعضشون علمای تراز اولن در قالب شعر نظرشون رو گفتن یا در آثارشون نوشتن و روایاتی هم در این زمینه هست. اتفاق نظری که بین علما هست بیش از اون چند روایتیه که هست، یعنی با اون چند تا روایت اینطور اتفاق نظر پیدا نمیشه، چون علما مشاربشون فرق میکنه، دقت در روایات تفاوت نظر دارن، چون اصل موضوع یک حقیقت قابل فهم و شناخت براشون بوده اینطور گفتن که هیچ خونی ولو یه قطره ریخته نشد الا اینکه سقیفه ریشه اون بود، هیچ حرمتی هتک نشد الا اینکه سقیفه باعثش بود. مثل شیخ مفیدها تصریح به جمل صفین نهروان قتل سید الشهدا شهادت امام حسن میکنه، قتل امیرالمومنین، و عامل رو مستقیم بانیان سقیفه میدونن. همون جور که یزید در کربلا حاضر نشد، اصلا عراق نبوده، در شام بوده، ولی شما عامل شهادت سید الشهدا رو عامل اصلی رو یزید میدونید دیگه. اونقدر که شما عبید الله و یزید رو مقصر میدونید، شمر و عمر سعد اونا آلت دستن، ابزارن، مزدورن، نوکرن. کما اینکه تو موضوع اون بلا تشبیه اون عربستانی که در ترکیه کشته شد تو سفارت عربستان، خاشقچی بود چی بود؟ کسی گیر به سفارت عربستان تو ترکیه نمیده، میگن بن سلمان. این تو دنیا بحث از بن سلمان، همه جا همینطوره، خیلی روشن. چی کار کردن اینا که این همه جنایت بعد از خودشونو بانی شدن؟ ما مطالبی شبهای عرض کردیم که یکیشو چون به بحث زهرای ما در این دو روز رب داره یه اشاره مختصری میکنه، اونم اینه که اینها با قصب حکومت رویه رو تغییر دادن. با تغییر رویه آداب و سنت و روش و عادت و شیوه و سبک زندگی تغییر دادن. انحراف قوامش دیگه به این افراد نبود. ببینید بعضی انحرافات قوامش به افراده. اگر یزید کشته میشد کربلا رخ نمیداد قطعا، کما اینکه محاصره کردند مکه را، بعد از این سال بعدش رفتن مدینه، بعضی از همونا که تو کربلا بودن سال بعدش رفتن مدینه رو به خاک و خون کشیدن، یه دم از شام اومدن به اینا ملحق شدن. فرمانده اولی از شام اومد، مسلم ابن عقبه لعنت الله علیه، فرمان مرد تو را بعد مدینه. فرمانده دوم حسین با صاد ابن نمیره که در کربلا حاضر بود،
او شد فرماندهی که به مکه سال بعدش حمله کرد. با منجنیق آتش زدن خانه خدا رو. خبر مرگ یزید رسید، شهر رو تصرف نکردن، بعضیشون برگشتن، بعضیشون با عبدالله بن زبیر بیعت کرد. همون لشکری که آمده بود مکه را منهدم کنه، همون لشکر بخش زیادیش با عبدالله بن زبیر بیعت کرد، بخششون هم برگشت. یعنی خانه رو، خانه خدا رها کردن. چرا؟ یزید مرد. یعنی مسئله یزید بود. خب هنوز یزید فرصت نکرده بود که شیوه خودش را سنت کنه، منش کنه، عادت کنه، روش کنه. اما اون افراد اصلی این کارو کردن. لذا همین الانش هم در جهان اسلام بسیاری از انحرافات هست از جانب اونهاست، ولی عده‌ای به عنوان دین میدونن اونو، اون انحرافو. و چون به عنوان دین میدونن، اصلا کاری ندارن که الان یزید هست یا نه، اون یکی هست یا نه. این اون انحراف پایداره. یعنی بدعتی که دیگه معلوم نیست کی بانیشه. مردم به خاطر کس خاص این کار نمی کنن، چون دینه این کار رو می کنن. از نظرشون دینه. وقتی که یه انحراف از وابستگیش به یه فرد خارج بشه، تبدیل به باور عمومی بشه، این دیگه خیلی اصلاح سخت. شاید از شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها بزرگتر این کار بود که کردن. و البته شهادت بی بی دو عالم هم برای این بود که بتونن این کارو بکنن، که اینو تبدیل کنن به یه باور عمومی، فکر مردمی. هر سه مرده بودن وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، ولی امیرالمومنین صلوات الله علیه روزی نبود که با مانع مواجه نشه. مانع کیا بودن؟ مردمی که به خاطر عقائدی که اونها تو کله اینا کرده بودن اجازه تغییر به امیرالمومنین نمیدادن. اجازه تغییر به امیرالمومنین نمیدادن. و مردم اونها رو به عنوان یاران صدیق رسول خدا میشناختن. مهاجرین اولین، سابقین در اسلام، کسانی که روز تنهایی پیغمبر او را یاری کردن، دلسوزانی که جانشون رو فدای پیغمبر کردن، این تو ذهنشون بود. اینها این طور تصمیم گرفتن، بنابراین حتما نظر رسول خدا هم همین بوده. و اگه امیرالمومنین صلوات الله علیه بخواد با اینا مقابله کنه، حضرت رو به عنوان بدعتگر میشناسن، چون بدعت را سنت میبینن. کسی هم که با این بدعت میجنگه رو، کسی که با سنت پیغمبر میجنگه. امروز اگر یه نفر، فرض کنید یه وزیری مثلا بیاد بگه من تا جلسات فاطمیه رو تعطیل نکنم آروم نمیشینم، شما چی بهش میگی؟ چی تو ذهنتون میگذره؟ میگید این کیه؟ یه رضاشاهیه برای خودش. حالا شما راجع به یه موضوع حقی تعصب دارید، فرض کنید راجع به یه موضوع باطلی همین طور تعصب داشته باشی، طرف خود اصلاح کنه، به عنوان دفاع از دین یقشو پاره میکنن یقه اون فردو. این جلوی دین و مردمو گرفته دیگه، کار به جای رسیده، اومدن نمازو تعطیل میکنن. یه رشحاتی در کرونا بود، بعضی مساجد مثلا بحث بود، اختلاف نظر بود که مثلا تعطیل بشن نشن کار ندارن. بعضی تو ذهنشونی بود که اینا میخوان نماز رو تعطیل کنن. اینجوری تو ذهنش میمون. انقلتی که به امیرالمومنین میکرد این بود که میخوان نماز رو تعطیل کنه. حالا حضرت میفهمون این صلات تراویح اصل بدعت، اصل جنس این. این بدعت، این دین نیست که. این حرامه. این چجوری توش قربتن الالله میگی الله اکبر. این امر الهی نیست. این تشریعه. این رشحاتی از کفر توشه. این چه عبادتی تو ماه رمضان که همش گناه بدعته. اونا ولی نگاهشون این بود که انگار میخواد روزه از زهرا رو تعطیل کنه. خیلی کار سخت. یعنی وقتی با مردم طرفی دیگه خیلی کار سخت. قوامش به یه فرد و دو فرد نبود.
تبدیل شده به باور عمومی. اینجا همون جاییست که پیغمبر اکرم مشخصه ها، ممیزه ها، اعتبارای شاغول، شاهین ترازو، معیار، سنگ محک داده بود که مردم بفهمن کجا سنت، کجا بدعت، کجا به راست برن، کجا به چپ. اینو دستکاری کردن. اینو که دستکاری کردن، تعبیر من اینه که سیستم معرفتی مردم هک شد، دیگه نمیتونستن تشخیص بدن. دماسنجه خرابه، برف داره میاد، میگه 48 درجه. و شما اگر نباشی اونجا مثلا از دور فقط دما رو کنترل کنی، برعکس داری عمل میکنی. جایی که سیستم برعکس میکنه اصلا فعالیت خطرناکه. اونی که دیندارتره بیدینتره، اونی که دیندارتره چون داره برعکس میره. این بازی های کامپیوتری که ماشین سواری میکنن، جاده رو برعکس برو، هرچی گاز بدی دورتر داری میشی، فکر میکنه داره گاز میده، میگه گاز میدم و همدلو به جایی هم نخوردم، از فرمونم هم خوبه. فقط سیستم هنگ شده، این پایین نمینویسه رانگ وی، نمینویسه مسیر برعکسه، اشتباه داری میری، هی گاز میده. امیر ارومی صلوات الله علیه به معاویه فرمود انک لرواق عن القصد، تو داری چارنل از حق دور میشی، یعنی هرچی فعالیت کنی بیشتر داری دور میشی. مثل ماهی که در یه قلابی گیر کرده، با هر دست و پایی که میزنه فکش بیشتر درگیر این چنگال میشه و مردنی تر میشه. گاهی اگه هیچ فعالیتی نکنه، سعی کنه اون چیزی که داشته میخورده رو از دهنش بیاره بیرون، قلاب آزاد میشه، در میره میره، ولی دست و پا میزنه. اونجا نباید دست و پا بزنه. فعالیت کار فرهنگی فکر میکنه داره میکنه، در حالی داره دین دور میشه. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنه داره کار خوب میکنه. تمام اون کسای شما ماجرای خوارج رو ببینید، بعضیشون اینجوری هست. تو جمل و صفین هیچ کس جرأت نکرد مقابل امیرالمومنین وایسه. حتی عبیدالله ابن عمر اومد تو میدون، پسر عمره، گفت محمد ابن حنفی که پسر امیرالمومنینه، چون چند تا محمد پسر حضرت هست، اینو به مادرش میشناسن که به اون یکی قاطی نشه. محمد حنفیه محمد ابن علی ابن ابی طالبه، اونتا چون چند تا محمد داره امیرالمومنین، اینو به مادرش میشناسن. این آدم قدریه از نظر نظامی. اینا بعضی از اینا بنده های خدا بخوره بدشانسی آوردن، مثلا به امام حسن و به امام حسین و قمر بنی هاشم و اینا خوردن، دیده نمیشن، یعنی آدم های کوچیکی نبودن برای خودشون. اومد پسر عمر تو میدون، گفتش که اینه محمد ابن حنفیه، بیا بخوام بجنگیم با هم. امیر المومنین صلوات الله علیه نمیدونم از جان محمد ترسید یا هر چی، یا میخواست او رو رسوا کنه. محمد فرمود برو کنار. حضرت فرمود باباش میان. در رف رف، خیلی هم زایه بود جلو 2300 نفر لشکر دو طرف، طرف بیاد عینه بگه بس وای نستاد دیگه، دوید رف. ما تو صفین و جمل چندان کسی نداریم صدا زده باشه امیر المومنین دعوت کرده باشه، ولی تا دلتون بخواد تو خوارج داریم. چرا؟ چون تو صفین طرف دنبال پول اومده بود، دنیا پرست بود. من چوب تو سرم قول مقاله، این همه آدم برم جلو امیرالمومنین وایسم، بر نمیگردم که. انگیزه دنیایی کسی نداشت مقابل حضرت بیسته. اما تو خوارج هر کی میمد میدم گفت عین علی. یه سلحشوری در گیجی داشتن دیگه، خیال میکنن جهاده. اینا خطره دیگه، به تاختم حرکت میکنه چون فهم میکنه جهاده، در حالی که این کفره. اینجا ممیزاتی داشت برای اینکه مردم بفهمن جاده رو برعکس نرن. شما میرسی به یه جاده، راست میشه بری، چپ میشه بری. شما وقتی هیچی ندونی، هیچی ندونی، یکی از دو طرف رو میریم، مثلا شاید ما بگیم آقا سمت راست، هیچی وقتی نمیدونیم سمت راست یمینه، یوم داره، برکت داره،
بریم ببینیم چی میشه. ولی آهسته میره آدم ها، از علامت ها چیزی پیدا کن، شاید باید دور بزنه، هی گاز نمیده چون شاید داره برعکس میره، اما یقین داره باید سمت راست بره، گاز میده، داره دور میشه، هی گاز میده ولی داره دور میشه. اینجا باید چیکار کرد؟ چیزی که خدا قرار داده اینجا یه مسئله دو طرف است، یه مسئله دو طرفه، دو طرفش هم کرده برای این که شما گاهی به ابهام میفتی، یه طرف قضیه ممکنه مشکلتو حل نکنه. مثال یه طرفش که معلومه، یه طرفش امامه، ولیه، حقه، امیرالمومنینه، اما شما نگاه کنید در میان خونخواهان سید الشهدا، سلیمان سرت خونخواه سید الشهداست، مختارم خونخواه سید الشهداست، ها؟ مسیب ابن نجبم خونخوار سید الشهداست، رفاعت ابن شدادم خونخوار سید الشهداست، امیرالمومنین و امام حسن امام حسین رو قبول دارن ولی دو مسیر میرن. یه طرف فایده این نداره، ولایت خالیش فایده نداره، ولایت مفهومدار به قول طلبا فایده داره، یعنی اون چیزی که سید الشهدا رو قبول داشته باشه و ضد سید الشهدا رو قبول نداشته باشه. کسی براءت نداشته باشه عین اون کسیه که نرم افزار نشانش راهو نشون میده اما سر و ته رو نمیگه، مطلب و مقصد رو نمیگه، راهو میبینی نمیدونی اون وریه یا این وریه، ممکنه برعکس حرکت کن. پسر ابراهیم، مالک اشتر ابراهیم با مختار اختلاف شد، هر دو خونخواهن، ابراهیم چند هزار بنی امیه کش، عبیدالله بن زیاد او کشته، اختلافشون شد، اختلافشون که شد ابراهیم به مصعب بن زبیر پیوست. اگر براءتش قوی بود با پسر جمل آفرین که بعدنم کوفه رو به خاک و خون کشید نمی پیوست. این خیلی مسئله روزم هستا، خیلی مسئله روزه. تو جنگ بین یزید و سید الشهدا بی‌طرفی معنا نداره، بی‌طرفی کمک به یزیده. کسی وایس بالای کوه امام حسین رو دعا کنم تو تیم یزیده، اونجا دعا بشه دردی میخوره. صاحب دعا که 5 سالش بود رو دوش پیغمبر بردنش مباهله که دعا کنه وسط میدونه، تو اینجا چی دعا میکنی؟ پیغمبر امام حسین 5 ساله رو برد تو مباهله که دعا کنه و در بین امت احدی نبود که دعاش در حد او بیارزه، اگر بود می آورد. سر بحث تفسیر این آیه وقتی گفته بود که این وزیر رفعا بودن، احدی از امت نبود، سلمان و ابوذر و مقداد هم نبودن چه برسه بقیه، در این سطح نبودن. او که صاحب دعا پایینه، والا دعا معنا نداره. عبادت نماز شب معنا نداره، اونجا باید بیای از حق دفاع کنی. فکر نکنید که امروز سخت‌تر از اون روزه، ابداً اینطوری نیست، چون من و شما زندگی نکردیم در اون روزگاران، فضا رو چنان غبارآلود کرده بودن که امام حسین اونی که امروز تو ذهن شما روشنه که نبود، انقدر امام حسین روشن نبود تو ذهن مردم که اینو 10 بار از من شنیدید. سال بعدش پسر یه صحابی دیگری قیام کرد، 10,000 نفر بهش پیوستن، عبدالله ابن حنظله غسیل الملک، ولی به امام حسین نپیوستن. فضا رو غبارآلود میکنن، چند هزار قاری اومدن به امیرالمومنین گفتن نمیدونیم حق با توه یا با معاویه. خب اینا اگه آدمایی بودن که میخواستن بیخیال باشن نمیومدن جنگ، اصلا میرفتن به معاویه میپیوستن، پول خوبم میگرفتن. اینا اینجوری نبودن، حق رو نمیتونستن تشخیص بدن. اینا اگر براءتشون رو نگرفته بود دشمن ازشون،
اصلا شک نمی کردن بین این که معاویه داره از حق حرف می زنه، انگار ترامپ از حق حرف بزنه. امروز دارن یه عده‌ای از حق حرف می زنن و باور می شن، چون براعت جامعه ضعیف، ریشه براعت هم همونجاست. تا اونجا تقویت نشه امتداد اجتماعی پیدا نمی کنه. نمی تونستن تشخیص بدن. چند هزار تا قاری قرآن اومدن تو صفین وایسادن دست به شمشیر، گفتن هر وقت حق و تشخیص دادیم ورود میکنیم به جنگ. یکی از کسانی که اگر من اسمشو ببرم شما همتون بلند میشید براش صلوات میفرستید و شهید صفینه، در جمل محضر امیرالمومنین حاضر شد و یه تو میدان شرکت نکرد، نتونه حل کنه. فکر نکنیم امروز برای ما امام حسین امام حسین معصومه، میگیم عجب گیجایی بودن بین امام حسین معصوم و اون یزید فلان فلان شده با اون پدر و مادر. اون روز اینطوری نبود، اون روز فضا غبارآلود بود. فضا که غبارآلوده تو جاده وایسی هر راه دور نمیفهمی گرگ میاد یا آدمه داره میاد، یه چیزی داره میاد، اسب یا انسان معلوم نیست، فضا غبارآلوده. یکی از چیزهایی که فضا رو غبارآلود میکنه ندیدن جهت دشمنه. این مشکل تو کشورهای اسلامی هست. شما امروز سوریه برید، عربستان چقدر کوبیده این سوریه رو، محصولات عربستان تو سوریه فراوونه، ایمانی که براعت نیست. تو کشور خود ما محصولی که علامت اقتدار دشمن رسمی ماست که ما رو تحریم کرده میخوان رونمایی کنن، صف وای میستن مردمی، چون براعت نیست. جامعه نمیگه طرفدارای یزید تو صف وایسادن. البته یزید و اون پدر جدای یزید و پس و پیش ها اونا پدران این جریانن، اینا از ناب اونا هن، ادامه اونا هن، اصل اونا هن، اینا امتدادشن. جامعه براعت نداره که انسجام نداره، براعت داشته باشه انسجام پیدا میکنه. فهمیده بودن اینو، براعت گرفتن از مردم. یه چیز اخلاقی هم مطرح میشد که آقا مثلا خیلی دعوا نکنیم، همه خوبن، که دیروز عرض کردم دیگه، قول حکمت که عطاره خواسته بین ابوبکر و فاطمه جمع کنه، آخر زهره رو از زهرا زده، چون جوری دیگه نمیتونه جمع کنه، چی بگه؟ آخر سر مجبوره، چون جمع زده این نمیشه کرد که. یا شبه یا روزه. جمع زده این نمیشه کرد. اینو گرفتن از مردم. وقتی این از مردم بگیری اشتباهات فاحش میشه، تشتت از بین میره، وحدت از بین میره. وحدت هم نیست، اتفاق نظر هم نیست. آدم وقتی دشمن نداره احساس ترس از تفرقه نمی کنه. پدر و مادر بارها شده با هم دعواشونه، دو سال دعواشونه، بچه سیگاری شده، آشتی کردن، رفتن سر زندگیشون بچه رو درست کنن، تا احساس خطر نکنن ور میرن. احساس خطر بکنن گاهی ول کن، اینو مهم نیه، بچه دم بلوغشه، ولش کن، فدای سر زندگی. این حس دشمن از کسی بگیرن هکش کردن هم. دیدبانی که داره دیدبانی میده اگر خیال کنه تا 5 روز دیگه اینجا حمله نمیشه، تو برجک مراقبت قلیون میکشه، اما بهش بگن که دشمن داره حمله میکنه و اولم برجو میزنه، همه جاش چشم میشه. براعت برای اینه که بگه بپا، رو خط حمله ای، سیبلی. دشمن و دوست نپندار.
میگه آقا چون اینا دروغ میگن و متاسفانه راست میگه، خیلی دروغ میگن، بعد رسانه دشمنو آقا حداقل بگو دوتا دروغ میگن، اون که دیگه تابلوه دروغ میگه، درسته اینم متاسفانه انقدر دروغ میگه که بنز کافی سند بده کسی بخواد بهانه بیاره بگه این اینم دروغ میگه، متاسفانه درسته اینم زیاد دروغ میگه. اینجاست که آدم باید بترسه. هنوز البته نرسیدیم به اونجایی که دینداری در آخر الزمان مانند نگه داشتن زغال افروخته در مشت باشه، ولی سخت. ما ای فکر کردیم، به ما میگن اینجا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اسد الله الغالب، اون طرف هم قاتل از زهراز، یکی رو انتخاب کن. این که به این سادگی نی، اون موقعی هم که بین این دوتا درگیری شد نگاه مردم گیرایی اینطوری مثل الان نبود که 1400 سال تبیین شده باشه. برای کمیت تبیین نبود که خواست از امام باقر سله بگیری گفت به جای سله به من بگو اون دوتا چی هن. از امام کاظم استفتا کرد راجع اون دوتا من باید چی کار کنم، حب یا بغض، یعنی هنوز مسئله تبیین نشده بود. یه چیزی عرض کردم، یه روایتم میخونم، این بحث چون خیلی میتونه توسعه پیدا کنه ولی چون روز آخره نمیخوام بابشو باز کنم، امروز استثنان کم حرف میزنم، همون 90 دقیقه بسه. این روایت از امام باقر صلوات الله در ثواب الاعمال نگاه کنید، یادتون عرض کردم گیر مادی هم اگه دنیا دوستم هستی تبری علمیتون رو تقویت کنید. این مجرب آقا، بنده این حرفا نمیزنم، ذکر مجرب اینا جایی نمیگم، من خصیصم اینا رو برای خودم نگه میدارم، ولی دوست دارم وقتی مردن یه عده بگن که این بیشتر از این که اهل ولایت باشه اهل براعت بود، چون اصلا بدون براعت ولایتی در کار نیست، اصلا دروغ محض. از ما باقر صلوات الله علیه نقل کردن، شیخ صدوق نقل کرده، من لم یعرف سوء ما اوتی الینا، کسی ندونه چه ظلمی کردن اینا، من ظلمنا، ظلمی کردن، وهاب حقنا، چه حقی از ما بردن، و ما نکبنا بهی، چه بلاهایی سر ما آوردن، چه مصیبتهایی سر ما آوردن، فهو شریک من ابا الینا فی ما ولینا، شریک همون ظلم است. کسی که ندونه میگه بی خود نمیدونستی، شبانه دفع شد برای چی؟ نباید سوال میکردی؟ مسلمون بودی، پسر پیغمبر رو تکه تکه کردن، قابل شناسایی نبود، بعد نرفتی بگی کجا چرا اینجوری شد، بی خیال بودی؟ اونایی که توی کوفه و شام و مدینه و بصره میدونن سیدالشهدا فرموده، پیغام داد آخه حضرت، بسم الله الرحمن الرحیم، این پیام تا قیامت هست، من لحق بی استشهد، ملحق بشی باید خون بدی. خوندم دیروز آیه رو که اگه باباتون، ننتون، پدر مادرتون، زن و بچه‌تون، اموال و نقترفتموها، مساکن ترضونها، اینا احب بین شما محبوبتر تا خدا و رسول و جهاد فی سبیلش، خدا فاسق و هدایت نمی کنه، برو دنبال همون که میخوای، بعدن هم حساب کتاب سراغ اون باش، باید او رو ترجیح بدی. تو بصره بود، نامه نوشت حضرت، بی خیال شدن جواب ندادن، سه نفر از بصره آمدن که بگن حجت تمامه، یه مردی 10 بچه داشت، جمع کرد گفتش که سیدالشهدا شنیدم نامه داده به اهل بصره کمک خواسته، من میرم. از 10 2 پسر اومدن و 3 شهید بصری داره کربلا، این خانواده‌ان آمدن که بصری ها بعدن نخوان بگن ما خبر نداشتیم، خبر داشتید، فرصت داشتید، آمد، رسید، شهید شد. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. 1400 ساله همه بهشون میگن به ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. مردم مدینه هم که همشهری امام بودن، مردم مکه و اون حجاج هم که دیدن حضرت اونجا،
یقینا اگر جامعه اسلامی مدینه و مکه و امثال اینها تو اون ایام حج که میدید سید الشهدا سخنرانی میکنه میفرمان و اگه وایسم منو میکشم، یک جوری انکار میکردن، تغییر میکردن، نفرت عمومی ابراز میشد، قطعا یزید همچه غلطی نمیکرد. برآوردشون این بود که هزینه انقدر نداره. همینطور که برآوردشون این شد بعد از مدتی که حمله به خانه زهرای عطر هزینه نداره اونقدر. اگر هزینه داشت مدینه باید قلقله می شد. شاه بلا تشبیه اگر از هزینهش نمی ترسید امامو کشته بود، تبعید نمی کرد. امام که یه سربازه، یکی از سربازانه، اینطوری عرق بهش داشتن. صدیقه طاهره این خانه به اون خانه رفت، بی توجهی کردن. امام باقر میفرماد همه شون شریکن. در اون روایت امام کاظم فرماد همه شون از دین خارجن. خط اون ور دیگه معلوم بود. ما تو مبانی دینیمون داریم اگر یک حکومتی اهل سنت آمد ایران را گرفت، حنفیان، روسیه مثلا حمله کرد، فقها فتوا به دفاع میدن. فکر کردید اون موقع که فقها فتوا به دفاع از شاه قاجار دادن یا از عثمانی دادن، این عثمانی کم شیعه کشته بود؟ اینو برای این میگم که کسی اشکالات متعددی که تو جمهوری اسلامی هست رو بهانه نکنه از اصل حق دفاع نکنه. من منکر اشتباهات فاحش نیستم، بعضی هاشم احتمالاً عمدی و ایناس هستن، اصلا میخوان انگار یه در رو ناامید کنن، نفوذی هست احتمالاً، اما دیگه منزه حکومت عثمانی که نیست که. تاریخ حکومت عثمانی رو بخونید، شیعه هایی رو که لقمه لقمه کردن وقتی با امپراتوری فرانسه و اینا درگیر شد، علمایش یه فتوا به جهاد دادن. ما از نظر اعتقادی مکتب غیر تشیع را در قیامت هر چیزی باشه برای کسی که براش حق روشن شده با بت پرست فرقی نمیدونیم. اینو واضح بگم، در قیامت برای کسی که حق براش روشن، ولی کسی که حق روشن نیست که به هر چی رسیده عمل کرده، انشالله اهل نجات. نفهمیده با اونی که کار داریم که فهمیده و انکار کرد، این واضح تر هم نمیشد بگیم. در دنیا نه، اون دینی که گفته امیرالمومنین ولی مطلق خداست، همون دین گفته به کسی که شهادتین میگه واجب جونش رو حفظ کن. حکومتش مقابل حکومت امپراتوری فرانسه قرار میگه دفاع کنی، مگر جایی که دلیل خاص باشه که حالا اون چون توضیح داره میذارم. این طرف معالمی هست، هر روز تشییع جنازه یه مادری بود که 3 شهید داده. این طرف نشونهایی هست. تو محل ما هنوز 40 مادری که یه پسرش و شوهرش شهید شدن و میگفت مثل پسر خودم ندیدم دیگه، نورانی بود. این طرف یه نشونهایی هست که کاشانی هرچی جفتک بندازه این مبرر این که شما به این مادر بخوای خیانت کنی نیست. کاشانی داره جفتک بندازه و جفتک اندازم زیاده متاسفان. اون طرف هم یه دشمنانی هست که هرچه شما بخوای خودتو بیق کنی، بیخیال کنی، دشمنیش با دین تابلوه، اونم قابل انکار نیست. برای همینجا گذاشتن که جبهه شیعیان امیرالمومنین پاره تر از این نشه، پخش و پلاتر از این نشه. یه وقتی انشالله فرصت بشه با هم، شاید محرم زون اگه زنده بودیم این کار رو بکنیم، روایات بخش تولی کافی رو با هم بخونیم. اصلا شما احساس میکنی که چقدر مومن کمه. اصلا من الان تو اینجا میگم نماز خون، خب همه نماز خونن، روزه بگیر همه روزه بگیرن، حج هر کی داشته باشه استطاعت حتما میره. حالا غیبت مرتکب داریم ولی
کسی که بگه غیبت بد خوب خوبه نداریم تو اینجا. اما تو موضوع تولی پیاده ایم 90%، 95%، یعنی از اون جاهاست که لخت عمل نمیشه بهش. علتش چیه؟ علتش اینه که این تولی کنارش تبریه، امتدادیه، دو قطب مثبت و منفیه، برای زندگی همه قرون و اعصاره. قطعا ریشه تبری از اون دو قطب اصلیه، اما اون امتداد داره. روایت شایی ببینید، اومد توی صفین از حضرت پرسید سقیفه چی شد؟ فرمود الان دشمن اصلی این معاویه است. نفرمود اون دشمن نیستا، وسط جنگی که یاران من نسبت به اون قبلی ها طرف دارن تو این حرف رو میزنی. من یه جمله بگم معاویه داره تقویت میشه، فعلا برو یقین رو بگیر. وقتی حضرت جنگ هاش تمام شد، سال 38 محمد بن ایبک شهید شد، مصر رو باختن، فتح شد توسط معاویه، نهروان هم تمام شد، نتونست لشکری منسجم 100,000 تایی آماده کنه برای معاویه. 23,000 تا بیشتر آدم جمع نمیشد. 23,000 هم فایده نداره که شما الان بخوای برج مثلا 1,000 متری، 800 متری، 700 متری بسازی، یه قطعی باید بکنی بری پایین، بگی چون زور نداریم 5 متر میکنیم پایین، به درد نمیخوره دیگه. چه جنگیه که همه کشته بشن؟ 23,000 تا جمع میشدن، کافی نبود. تو ذهنتون این نباشه در کل کوفه دو نفرم نمیومد. برای جنگ به معاویه 100,000 نیرو لازم بود، 23,000 تا آدم می اومد. روز صفین بین 90 تا 150,000 تا اومده بود. وقتی حضرت دیگه دید نمیتونه جنگ کنه، ازش درخواست کردن، نامه نوشت، هر هفته قبل از خطبه به جای سخنان قبل از خطبه نامه حضرت رو که چند نفر شاهد بودن راجع به سقیفه میخوندن. لو کان بهم حمزه او اخی جعفر ما بایعت و کرهن. اگر هم هر هفته اینو بگید به مردم، اگر عموم حمزه بود، اگر داداشم جعفر بود، من با اینا بیعت نمی‌کرد. منتها اون روز وسط جنگ سفین فرمود آقا دشمن اصلی و ول، این یعنی که امتداد داره این. ببین که معاویه فعلا سقیفه پیریمه، اینو اول حل کن تا من فرصت پیدا بشه به تو بگم ریشه کجاست. ریشه اونجاست. لذا معاویه بهش گفت تو از اولم حسود بودی، دوست نمیتونستی قدرت اونا رو تحمل کنی، مجبور شدن تو رو بکشن زمین ببرن بیعت بگیرن. فرمود والله ترید و ان تذم فمدحت، خواستی منو ضایع کنی مدهم کردی. من دست در دست طاغوت نذاشتم، منو کشوندن با طناب بعد از اینکه همسرمو مجروح کردن بردن. والله ترید و ان تذم من معلومه نمیخواستم، معلومه مد هم کردی، من تقویت نکردم اینا رو. اما همین امیرالمومنین وقتی حمله روم به جهان اسلام قطعی شد، یه وقتی هم بخشی از ایران، خودش فرموده که اما والله لقد تغمسها فلانون، اون فلانی نفر اول لباس خلافت رو تنش کرد و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، میدونست قطب منم، همه باید دور من باشن. آمد به خلیفه دوم فرمود کن قطبا فاستدر الرها، تو قطب باش امت دور تو باشن. حکومتی که خب این تحویل نمیداد، به ناحق آینده نظام اسلام به سرنوشتش، به سرنوشت این گره خورد. اینجا امیرالمومنین نگفت که خب این قاتل همسر منه، این رأس و طاغوت اصل بت خود هبله، اینو نگفت. نه اینکه هبل نیست، نه اینکه طاغوت نیست، اما چه کار کنیم الان نظام اسلام آیندهش سرنوشتش به این گره خورده. مشورت داد نرو جنگ، اینجوری کن، اینجوری آدم به شکست نخورن که اسلام شکست نخوره. این تا حب و بغض آدم تنظیم نباشه اتفاق نمیفته. یعنی اگه به من بگن امیرالمومنین صلوات الله علیه اوج تقواش کجاست، من که چیزی نمیفهم. اونقدر که به ظاهر میفهم اینه که به این جهت رفته به قاتل زهرای عطر کمک کرده. ما یه ذره اختلاف پیدا میکنیم، دلسوزی رو میذاریم کنار. فرق امیرالمومنین اینه که امیرالمومنین اون پدریه که اگه بچه جفتکم بندازه دلسوزیشو پدر کنار نمیذاره.
حکایت اون کاریست که خودش کرد، دو نفر ادعای یه طفلی کردن، شمشیر گرفت این بچه رو نصف کنه، مادره گفت من دروغ گفتم، بدیدش به اون. اونی که دروغ گفته بود که حالا نصفم شد شد، من زایه نشم دیگه، من بشم دروغگو، امیرالمومنین پدرمو در میار، مجازات میکنه، میگه ادعای دروغ که بچه مردم دزدی. ترسید از جون خودش، مادره گفت نه من دروغ گفتم، منو مجازات کنی. یک روز استعفا نکرد، این ایام فارغ شد از دفن فاطمه، شروع کرد به چاکندن برای آبرین، برای تشنگان مدینه، که همین سه روز پیش گفتن بگو فاطمه یا شب گریه کن یا روز. عجیبه، عجیبه واقعا. جل الخالق که یه نفر اینقدر مهربان. میگه رفتم دیدم چاه عمیق کنده بود، چاه عمیق کندنش سخته، بعد یهو آب میزنه بالا، خطرناکه دیگه، به سرعت از چاه اومد بالا، یه جوری نفس نفس میزد نمیتونست حرف بزنه. به قنبر اشاره کرد کاغذ بیار، همون موقع نوشت وقف در راه خدا، برای حجاج بیت الله الحرام، برای زوار قبر رسول خدا، برای وابن السبیل. میان مدینه زیارت قبر پیغمبر، آبم کمه، اینا گیر نکنن. هنوز اون چاها به برکت هیهی امیرالمؤمنین که معلومه تو چاه چه بلایی سرش می اومده از خاطراتش. یه چیزی نوشتم الان یادم افتاد بخونم براتون. شبی که فاطمه شد دفن کرد، یه نگاه به آسمون کرد، گفت چقدر زشت شده. دیگه زیبایی نداره این عالم. میگه و خلابیتها فاظلم لولا، میگه خانه بعد فاطمه تاریک شد. برای اینکه گای خانه رو روشن کنن، ان من ذکریاتها فیه ومز، گای میشستن با هم خاطره فاطمه میگفتن. اینو اگه دیده باشید تو خانواده ها هست، یه مادری از دنیا میره، یه چند روزی مردم دوروبر خانه عزادار رو میگیرن، وقتی که میرن یه قربتی میاد، بعد بچه ها میشینن خاطره تعریف میکنن. یادت با هم رفتیم مشهد، مادر اینجوری گفت، هم از کارهای فاطمه خاطره زیاد بود، هم در و دیوار همش خاطره. سنگ نبود مثل اینجا دست بزنی جاش نمونه، دیوار کاگلی بود، میخواست بیسته تنشو باید به دیوار تکیه میداد. جای جای در و دیوار یاد دردهای مادر میافتاده. خاطره تعریف میکردن. در نقل هست که هر شب میرفت زیارت قبر فاطمه زهرا. آقا شدت شغمو، مثلا فرض کن پدرمون و مادرمون و داداشمون رو یه 5 سال نبینیم، یه سفر یه کشوری دیگه است، میاد چجوری هم دیگه رو بغل میگیریم؟ لازمه این که 5 سال فراق نیست، لازمش یه فراق متراکمه. اگر عشق خیلی زیاد باشه 5 ثانیه هم نمیتونه کسی تحمل کنه. اونی که لطیفه مثل شهید چمران، میگه این روز داشته درخت رو نگاه میکرد، دیدن اشکش جاریه، خدا رحمتش کنه، چقدر جای اینا خالیه امروز. گفتن آها چی شده؟ پاییز بود. گفتیم برگ از درخت تلاششو کرد جدا نشه، ولی به مرور خوش شد افتاد، برای فراق یه برگ از شاخه داشت گریه میکرد. درک نمی کنیم ما چه بلایی سر امیرالمومنین اومد که 30 سال بعد میگه من هنوز عزادارم. شبا میرفت قبر فاطمه رو زیارت کنه،
روزا هم چون مخفی بود خب نمیتونست واضحه، اما بعضی روزا طاقتش طاق میشه. در یه نقلی میگه بین بقی حرکت میکرد، یه نقلی هم تازه دیدم میگه که هر شب میرفت قبر فاطمهش رو زیارت میکرد. یه روزی فردا صبحشم دلش طاقت نیاورد، رفت خودش رو انداخت رو قبر. اون مرد گاهی مرر تو علال قبوره، یعنی گاهی بین قبور حرکت میکنم. این نقل چون میگه خودش رو انداخت رو قبر، وقف تو علال قبوره مسلمه، آمدم به تو سلام عرض کنم، قبر الحبیب ولم یرد جوابی. چند وقت صدای تو رو نشنیدم. فرمود با همه این قصه هم از جنگ، بدن پاره پاره، سخت، تلاش، تنه، می اومدم خونه او رو که نگاه میکردم غمامو فراموش میکردم. اما فاطمه جان الان تو مدینه باید برم که مغیره و قنفذ رو میبینم.